درود به شما خوبان و آزادگان و راستین ایرانیان که برای آزادی راستین این آب خاک میکوشید درود به تو دختر ایران تو پسر ایران شما پدر بزرگ شما مادر بزرگ و اون بچه های خوبم نیک دل و نیک رو نیک خو نیک چهر رو نیک منش و نیک روش و نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار و نیک اندیش همه شما نیکان محکم با شما دست میدیم محکم برای کوبیدن اون مشت محکم به سیمای کریه ناجمهوری ان ایران اسلامی و زدودنش از روی کره خاکی و استقرار آین ریشهی در میهن گرامی و گرفتار ما خب من هنوز بیان نکرده این تلفن زنگ میزنه و من میدونم که کسانی که هنوز من روی خط نیامده زنگ میزنن میدونم که مزاحم هستن و به ویژه در روزهایی که ما بازگشایی تاریخ رو میکنیم و چهار روزش گذشته امروز روز پنجمه و همراه با فیروز نهاوندی دلاوری هستیم که جگرگاه عمر رو یعنی از زیر نافش تا زیر گلوش رو پاره کرد و دیشب برای شما پیرامون این دلاور بیهمانند تاریخ گفتیم و امشب همچنین خواهیم گفت من تلفن رو پاسخ نمیدم بی خود هم کسی زحمت نکشه برای اینکه دیشب داشتیم از البلازری مطالبی رو پیرامون فیروز نهاوندی و در اونجا که آغاز کرد برای کشتن عمر داستان زندگیش رو گفتیم که او اسیر بود به وسیله رومی ها بعد آزاد شد بعد کتایون رو موقعی که داشتن به وسیله یک کتیبه یا به وسیله یک تیپ یا گروه از سربازان به تیزفون میفرستادن فرماندهیشون به عهده این افسر دلاور ایران زمین فیروز نهاوندی بود که بعدها این افسر دلاور و براستی ایران مهر ایران همه مهر ایران آنچنان که تمام کتاب ها به غلامی مغیرت ابن شعبه یک عرب یک چشم زشت روی کریه المنظر که حالا اومده به بخش از سرزمین ما سیطره پیدا کرده والی و حاکم شده به غلامی مغیره در میاد و حالا ادامه میدیم شب برای شما از پس از مصیبت های بسیار زیاد پس از کشت و کشتار های زیاد که من خوندم براتون به گفته خود تازی ها تنها در گلولا یک رقم هشتاد هزار نفری کشتن اینها و یک رقم سی هزار نفری ما میگیم جواب تلفن رو نمیدیم باز Uh, یک لحظه من اینجا رو ترک میکنم مثل اینکه این دوستان حواسشون به راستی جمع نیست که ما میگیم آقا ما جواب تلفن نمیدیم لطف کنید تلفن به همراه های من هم نزنید مثل اینکه ما به زبون مغولی صحبت میکنیم آقایون فارسی خانم ها فارسی زبان هستند آقا من تلفن موقع بیان این تاریخ نمیگیرم بله دیشب برای شما میخوندیم و بخش هایی رو که فیروز نهاوندی چگونه به هیچ کس اجازه نمیدادند که وارد مدینه بشه زیرا که عمر ابن خطاب خواب دیده بود که و روا ان عمر قال رأیت اگر تلویزیون رو میبینید بیماری دارید به من زنگ میزنید هر کس هستید دوست یا آشنا من میگم آقا زنگ نزنید دیگه شگفتانگیزه همه رو خاموش میکنم که خیالمون راحت بشه بله این تلفنی که شما زنگ زدیم ما خاموشش کردیم روا ان عمر قال رأیت که دیکن نقرنی نقرتین فقلت یسوق الله الى شهاده و یقتلنی عجمی روایت کردند که عمر گفت من در خواب دیدم که یک خروس دو نک دو بار به من نک زد پس گفتم که خداوند من را به سوی شهادت میکشاند و به دست یک مرد عجم کشته خواهم شد چرا تازیها مرد عجم رو به خروس تشبیه کردند؟ در تازیها ها غیرت ناموس پرستی وجود نداشت این یک واقعیت کما اینکه من در انواع ازدواج های تازی براتون خوندم انواع ازدواج بوده که یک زن با چند مرد شریک می شده یا مردی مثلا زنش رو میفرستاد پیش یک آدم معروفی از او بچه دار بشه بیاد که بچه نجیب زاده داشته باشه و از این قبیل مسائل در نتیجه به هیچ وجه زن برای عرب مفهومی نداشت که تعصبی مرد عرب روی زن داشته باشه که این زن من ای یکی دیگه بهش نگاه میکنه و یا هرچی خود محمد هم اگر تعصب درستی در مورد زن داشت که صد دویست تا زن وارد زندگیش نمیشد که نتونه بهشون برسه و بعد آیه بیاد که آقا با دیگران چشمک بازی نکنید و اینها اما ایرانیان در ازدواج منفرد بودن یعنی تک ازدواج میکردن زن و مرد همدیگر رو زن در پاره این موارد طبق آنچه که در به اصطلاح بازمانده،, بازمانده از تاریخ زرتشت هست زن مرد رو برمیگزید و زن قدرت برتر بود در خانواده از این رو بود که مرد ایرانی غیور بود مرد ایرانی رو از این نظر عجم رو غیرتی می دونستن و به خروس تشبیهش می کردن. زیرا که خروس اگر شما ببینید چند مرغ در یک خانه هست یک خروس بیگانه میاد این خروس اینقدر باش می جنگه که تا اون خروس رو از بین می بره و همین خاطر از نظر غیرتی بودن مرد ایرانی نسبت به زنی که دوست داره از این نظر مرد هجم رو به ادیک یا خروس تشبیه می کردن. بعد میگه و علا کل حال کان عمر یتوق یتوق ان یموت شهیدن روی هم رفته میگه عمر متوقع بود که شهید بمیره یعنی او رو بکشن و ها در روی 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 رویت من مسادر متعدده این رویای عمر روایت شده از مسترهای بسیاری و قد قصه ها عمر فی الامن الذی توفا عمر در سالی که در اون سالی که مرد این روایت رو قصه شو گفت برای دیگران بعد ان عاد من حجه الی بعد از اینکه از اون حجی که رفت به مدینه برگشت این خواب رو برای دیگران گفت و به ان خطب الناس یوم الجمعه و قص عليهم ما راى و فی روايه ان اسماء بنت عميس و این در خطاب روز اش این خواب رو برای مردم عمر تعریف کرد که یک خروس من رو دو بار با نک زده و روایتی هست که او رو برای اسماء بنت عميس هي التي فسرت له رؤيا این رو برای اسماء بنت عميس گفت که این اسماء بنت عميس زن عایشه بود و خواب رو میتونست تعبیر بکنه فا ندیک فی الرؤیا یفسر به رجل من العجم خروس در خواب تفسیر می شود به مرد عجم خیلی جالبه و اسماء بنت عمیز هی از زوجت عبی بکر صدیق و کان عالمن به تعبیر رؤیا ولا شک انها استفادت منه. و ما بنت امیس دو همسر ابوبکر فلان بود راستگو بود به قول خودشون و عالمی بود آگاه بود از تعبیر خواب و خواب رو برای عمر تعبیر کرد که یک مرد عجم دو بار تو رو ضربه خواهد زد دو ضربه البته خب فیروز ضربه های بیشتری زدش یعنی وقتی که از زیر ناف تا زیر گلوی او رو با خنجر شکافت تازه او به رو که افتاد چند ضربه هم روی به پشت او زد و کارشو تموم کرد میگه ان الذی تعن عمر هو ابو لؤلؤ فیروز کسی که عمر رو زد ابو لؤلؤ فیروز بود فیروز نهاوندی غلام المغیرت ابن شابه همون سرباز دلاور همون که روزی فرماندهی بود در سپاهیان ایران همون که دختر هرقل امپراتور روم رو که به اسارت آمده بود برای شاه ایران آورد امروز هو ابو و فیروز غلام غلام المغیرت ابن شعبه امروز برده و غلام مغیرت ابن شعبه شده و المغیره صحابی اسلم آمل خندق مغیره از یاران محمده که در سال خندق اسلام آورد و از زیر رکابی های سلمان بود و کان موصوفن به دها و الحلم صفتش این بود که بسیار آدم فهمیده زیرک و بردباری زبان فارسی رو مغیره خیلی خوب میدونست زیرا که در تمام مدت زیر دست سلمان بود و رابط سلمان با موبد موبدان در آتشکده کسروی و رابط سلمان حتی برای پیام هایی که برای رستم فرخزاد فرستاد چند بار همین مغیرت ابن شعبه آمد عرب باریک و درازی بود یک چشمش رو در جنگ از دست داده بود آبل رو و کریه المنظر هم بود حالا فیروز هنرمند فیروز دلاور این سپاهی دلاور و هنرمند ایرانی غلام و برده مغیره، مغیرت ابن شعبه شده قیل انه احسن ثلاث امرأه فی في الاسلام وقیل اکتر یعنی سی ست زن رو مغیره به اسلام و برتلا در حسن اسلام قرار داد در باروی اسلام وله امر صبح و عمر البصره ثم نقل عنه انهو فوالله الكوفه عمر او رو والی بصره کرد سپس مغیره رو از کوفه از بصره به ولایت کوفه فرستاد فلم یزل علیها حتی قتل عمر رو علیها عثمان ثم معزل و شهد الیمامه و فتح شام بعد عثمان که خلیفه شد او رو معزول کرد و او در به اصطلاح یمامه و فتح شام هم شرکت داشت و دهبت عین یوم الیرموک در نبرد یرموک چشمش از دست داد و شهد القادسیه و فتح نهاوند و همزان و غیرها در قادسیه و فتح نهاوند و همدان هم شرکت داشت زیرا که یار و همراه و به اصطلاح شاگرد از شاگردان سلمان بود زیرا فارسی هم خیلی خوب میدونست و کان عمر از دخل المسجد قام بین صفوف هنگامی که عمر وارد مسجد میشد در میان صفوف می ایستاد ثم قال استو بعد می که نظم بگیرید منظم بشید یعنی به صف بیستید فعز بود تقدم و فکبر و هنگامی که صف میزون میشد عمر میرفت جلو و تکبیر میگفت الله اکبر میگفت فلما کبر تعن وقتی که الله اکبر گفت ضربه رو خورد فقال قتل نیل کلبه گفت من رو یک سگ کشت حرام زاده نجاست زاده یک آغازاده که اسیر و برده شده سگ و یک انسان جنایتکار بدگل، گیل، بد خیم آمده از یک فرهنگ بربری و یک کتاب ننگین او انسان و فیروز نهاوندی که در دفاع از مردمش با مهربان ترین دل و دلباخت ترین مهر به ایران در دفاع از مردمش کار می دست بالا برده او رو سگ خطاب میکنه این خلیفه اون وقت میگن که ما ما دشنام میدیم اون وقت میگن چرا این مسلمونا دشنامی هستن دشنام حسین در میدان آشورا دشنام های زشت داد عمر در هنگامی که ضربه میخوره دشنام میده خلیفه است